افغانستان د سلورو هغو هیوادونو سر کې دی چې خوانی سیستم یې له خطر سره مخ دی. د ماشومانو ژغورنې نړیوال سازمان د نړۍ د سلو هیوادونو د زده کړو بهیر په تړاو راپور خپور کړی چې افغانستان یې د نوملړ په سر کې دی. راپور کې د زده کړو بهیر له خطر سره مخ بلل شوی او له دولتونو غوښتنه شوې چې تعلیمي بهیر له ناورین وژغوري. دا په داسې حال کې ده چې تیر کال افغانستان په دې لیست کې څلورم هیواد و، خو د اسلامي عمارت په واکمنېدو سره د لیست سر ته تللی دی. سلامونه، وخت مو په خیر. د محراق په نننۍ خپرونه کې د هیواد روان تعلیمي وضعیت ارزوو. د افغانستان د واحد ملت د یووالي بهیر مشر ښاغلی ډاکټر محمد زلمی افغانیار پوپل او سیاسي شنونکی د سکایپ پر کرخه ښاغلی سید احمد بلال فاطمی زما د نننۍ بحث میلمانه دي. تاسو دواړو قدرمنو میلمنو ته ستړي مه شوی، ما بحث ته په خیر راغلئ. جناب افغانیار صاحب، تازه گزارش در رابطه به وضعیت تعلیمی در افغانستان در حال به نشر میرسه که امروز 5 اکتبر برابر است به روز جهانی معلم. نه تنها در افغانستان، به سطح جهان از این روز تجلیل به عمل می آید. در کنار از اینکه قدردانی باید در این روز صورت می گرفت از استادا و معلمین عزیز، شما گزارش را که به نشر رسیده چقدر بر جا می دانین؟ بسم الله الرحمن الرحیم. عرض احترام خدمت شما و خدمت مهمان در بحث جناب سید گرامی. و از همین طریق سلام میخوام داشته باشم به خدمت ملت افغانستان در هر گوشه از جهان هستی که هستن. امیدوار هستم روزها و شبهای خوش را سپری بکنن همراه اعضای فامیلشان. دشمن دوست نما را نتوان داد تمیز، شاخه را مرغ چه داند که قفس خواهد شد. و از همین طریق یک سلام میخوام داشته باشم به خدمت تمام معلمای عزیز و تمام استادایی که در افغانستان هستن و در بیرون از افغانستان هستن. روزشان تبریک باشه و از همین راه دور ما دستپوس شما هستیم و این شاخه گل را هم به نمایندگی از شما و از خود برشان تقدیم میکنیم. روزتان مبارک باشه، گرچه که معلم افغانستان با نابرابری ها دامنگیر بوده و دامنگیر هست. خب، موضوع تعلیمی افغانستان به امروز و دیروز و فردا بر نمیگرده. در طول 20 سال گذشته با نابرابری ها معارف افغانستان مواجه بوده. ما دیدیم در گذشته هم تحت نام از اینکه به معارف افغانستان کمک میشه، به معلم افغانستان کمک میشه، به مکاتب ساخته میشه، میلیون ها دلار در افغانستان آمد، اما تحت نام های مختلف او حیف میل شد. و در یک سال گذشته ایده که امارت اسلامی در افغانستان حاکمیت گرفت و موضوعات فشارهای سیاسی در افغانستان زیاد شد، موضوعات اقتصادی زیاد شد و مکاتب دخترانه است و ششون به بالا بسته است که او دیگه جای صحبت نداره، چرا که تمام مطبوعات دنیا و داخل افغانستان خواسته هایشان ملت افغانستان بر حکومت فعلی افغانستان بیان کردن. و در تازه ترین صحبت ها رئیس عمومی مسلکی بود جناب شاه احمد صاحب گفت که ما در این رابطه از علمای جدید افغانستان استفتا میکنیم که وا چی میگن پیرامون تحصیل دختران. اما گزارش هایی که داده میشه و راپور هایی که داده میشه او برمیگرده به یک ریسرچ عمومی که تمام کشورهای دنیا رو او میان بررسی میکنن از نظر کیفیت تحصیلیشان، درسیشان، معلمشان، شاگردشان و خدماتی که ارائه میشه بر نسل پویایی که آینده ساز هر کشور هست. امروز در این جایگاهی که ما و شما هستین و کسهایی که در مسلک های دیگه هست، همه از معارف خیستین و همه شاگرد یک معلم، یک استاد بودین. بله. امروز تنها کشوری که جایگاه خوب و معنوی نداره معلم یک کشور هست. 7000 روپا معاش میگیره و 7000 برای یک بوجی آرد بخره، یک پیپ روغن نباتی بخره. موضوع کرایه خانهش، بل برقش، مریضیش، مهمانیش به کجا شود؟ کشورهایی میتونن ارتقای ظرفیت های علمی بکنن که جایگاه معارف خود بر از او احترام قائل شوند و معلم های خود، شاگرد های خود و نسل آینده افغانستان را او بخوان بسازند. در طول 40 سال گذشته با نابرابری ها تمام ما کلان شدین، در جنگ و در خونریزی درس خواندین، تحصیل کردین، هر کدام در یک مسلک مشخص. امروز او طفلی که در خانه ششته هست و مکتب نمیره، او باز میتونه آینده افغانستان را کنترل بکنه. و اگر او با ناگهی کلان شوه، باز چطور او بتونه فرزندی را به جامعه تقدیم بکنه که باز او فرزند از او را کس باز نتونه استعمال بکنه؟ چرا هرگاه اگر ما موضوعات دینی و مذهبی و اسلامی و علم روز خدا یاد داشته باشیم، میفهمیم که از اسلامگله تا بطور خم، از واخان بدخشان تا به نمروز، علمی جغرافیا به نام مادر وطن افغانستان یاد میشه.
اگر ما قدم برداریم، قلم بزنیم و صحبتی بر مبنای ایجاد اتحاد و اتفاق همدیگر پذیری بکنین، افغانستان با دورنمای خوب روبرو میشه. دقیق. اما امروز اگر ما معلم خود حمایه نکنیم، شاگرد خود حمایه نکنین و باز نسل بعدی، آیا تاریخ بر ما چی خواهد گفت؟ افغانی ارسب در رابطه با گزارش هایی که از طرف سازمان ها و نهادهای بین المللی به نشر میرسه گفته میشه یا یک نظر و یک باوری است که نامبالغه میکنند. تازه ترین گزارشی را که به نشر رسیده در رابطه با وضعیت تعلیمی افغانستان از طرف سازمان جهانی نجات کودکان و افغانستان در صدر اولس قرار دارد، چهار کشوری که با بدترین وضعیت تعلیمی روبروس، از نظر شما چقدر بجای است، چقدر مبالغه داش نشده؟ خب ببینین، اگر باز هم میگیم ملت که تاریخ را مطالعه نکنه، باز تاریخ بالایش تطبیق میشه. امارت اسلامی یک سال شد آمد. آیا قبل از یک سال جایگاه افغانستان به چهارم بود؟ حالا اول آمد. صحیح شد؟ وقتی میلیون ها میلیون ها و میلیارد ها افغانی ایجا آمد، ما مکاتب خیالی داشتیم. ما معلمین خیالی داشتیم. پروژه های خیالی داشتیم که در بطن کابل هم در ولسوالی های بسیار نزدیک تا همین لحظه اولادی وطن درس می خوانند، خیمه زیر خیمه هست و در فرش زیر پایشان نیست. این کی باید جابگو باشه؟ تمام کسایی را از گذشته تا فعلا که در این راستا کوتاهی می کنند، او مکلف هستند و جابگو هستند. اگر در این دنیا جواب ندن، مطمئنن در او دنیا جابگو هستند. در محضر محکمه عدل الهی که شما با سرنوشت اولادی وطن چی کردین؟ ای اولادی وطن آینده سازای ای وطن هست. همین مهاجرت ها بود، همین جنگ ها و همین خانه خراب کردن ها بود که اولاد افغانستان را 40 سال قبل به اروپا و امریکا رساند. افغان هایی هستند که امروز به بهترین مراجع تحصیلی تحصیل کردن، در اروپا و امریکا هستند، اما یک دفعه هم افغانستان را ندیدند. ما باید یک در این رابطه یک اتحاد انسجام داشته باشین. معارف خود را بیاین خود ما روش بدین. بخش تحصیلات عالی خود ما روش بدین. خارجی ها خود مشخص است به این موضوعات مبالغه میکنند، به خاطر از اینکه در پهلوی تمام موضوعات در افغانستان موج سواری سیاسی جریان داره. او میخوان چطور شب فشارهای سیاسی را از هر طریق که باشه اضافه بکنن و از حکومت فعلی افغانستان و امتیاز خواهی داشته باشن. موضوع حقوق بشر، موضوع دموکراسی، موضوع حقوق زن، موضوع اقلیت‌ها، تمام این موضوعات افغانستان یک مسئله دیگه با پوزش. چقدر زمینه سازی ما خود ما میکنیم برشان؟ خب طبعا ما خود ما زمینه سازی میکنیم. وقتی که ما موضوعات داخلی خود ما افغان‌ها فیما بین خود حل نکنین، سرنوشت میلیون‌ها اولادی وطن را خود ما حل نکنین، باز خارجی‌ها بر ما گزارش بدن، بر ما راپور بدن که بر افغانستان در کدام جایگاه قرار داره. اگر همین گزارش ارائه می شد و در این گزارش گفته می شد که افغانستان از جمله کشورهایی هست که به سطح معارف در دنیا اول است، آیا ما اول بودیم؟ اگر او می گفت که معلم افغانستان بهترین معلم دنیا هست و هیچ دغدغه اقتصادی مالی نداره، آیا چنین هست؟ یک معلم سر صنف استاد میشه، امروز هم به مکتب‌های کابل ما و شما کدی گشت نوشته میکنن. شاگردای ما و شما لابراتوار ندارن. معارف معیاری ما نداشتین. آیا امی حکومت فیلی که آمد وقت اقتصاد نداره، روابط سیاسی نداره، در طول 20 سالی پیسه ها کجا شد که ما میتونستن لابراتوارهای بسیار منظم میداشتین، استادهای بسیار با تحصیلات بالاتر میداشتین، مکاتب بسیار معیاری میداشتین و یک بودجه خاصی رو بر معلمین افغانستان میداشتین؟ این یک برنامه سیستماتیکی بود که در طول 20 سال منظم شده بود. همون شکلی که در پانتون های خصوصی ما و شما ارتقای ظرفیت ها میشه، اما از پشتوانه علمی و فرهنگیش با کجا هست؟ و امروز هم اگر حکومت حاکم فعلی افغانستان که مبنای حکومت داریش بر مبنای تطبیق شریعت هست، شریعت طلب علم به هر فرد و به هر انسان فرض است، چی زن است چی مرد است، چی مرد هست، اطلب العلم للمهد الالعد هست. امروز هر کس حق داره تحصیل بکنه، هر کس حق داره بیا ارتقای ظرفیت های علمی بکنه. اگر ما در این راستای تحصیل علمی و موضوعات دیگه هم ما بیاییم بر مردم شک و شبهه را ایجاد بکنین، بعد در موضوعات دیگه مردم چی فکر بکنن؟ دنیا در رابطه ما چی تصمیم بگیره؟ بر ما چی بگن؟ وقتی که میگه شما به سرنوشت اولاد خودتون احترام قائل نیستین، در بخاطر ارتقای ظرفیت های علمی تان شما احترام قائل نیستین، خب بر ما چی مشکل هست؟ سلامت افغانی صاحب، ممنون چند دوباره برتان برمیگردم. جناب فاطمی صاحب، تاس هم ستړي مشی لند بس تاسو نظر هم دی ما شومان د ژغورنې د نړیوال سازمان د راپور په اړه وخت له تعلیمي وضعیت پوسنی شرایطو کې په افغانستان کې څنګه ارزوي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یعنی تاسو ته قدرمن ډاکټر صاحب سلام احترامات تقدیم وسی. علیکم سلام. اله
اول د ټولنه د افغانستان ټول معلمین ته د نړۍ بشریت ته چې د معلمین خپل د اولاد علم د بشریت ته سرورې حضرت صلی الله علیه وسلم بیا کافه خلیل درات دا د بشریت معلم ټولو ته ورځې په مناسبت او رازم دې ته چې بله په بخښنې سره جناب فاطمی صاحب چې موږ ستاسو غږ سم نه لرو تخنیکي همکاران نه هیله کوم که امکان ولري چې یو ځل بیا له ښاغلي فاطمی صاحب سره اړیکه ونیول شي تر څو موږ د دوی خبرې په منظم او درست شکل سره واورو. فاطمی صاحب زما غږ بله تر هغې چې د فاطمی صاحب په لیکه کې ستونزه حلیږي افغانیر صاحب بیرته به تاسو ته راوګرځم. هغه عمده دلایل ستاسو په نظر څه دي چې نړیوالو ته یې دغه بهانې په لاس ورکړي چې تعلیمي وضعیت له ستونزو او ننګونو سره مخ بولي؟ خب مشخص هست تمام کشورهای دنیا بر مبنای یک طرح پالیسی سیاسی داخلی خود روابط دیپلماتیک سیاسی منطقوی فرامنطقوی را تنظیم میکنند. افغانستان کشوری هست که قلب تپنده آسیای میانه هست. از طول چندین دهه کشورهای اروپایی، امریکایی، آسیایی، حتی کشورهای همسایه افغانستان هم میخواه خوابهای خود را در افغانستان او ایجا اعمال بکنند. به خاطر منافعشان هست. وقتی که امریکا میایه از در طول یک سال به افغانستان میگه ما 1.1 تریلیون دلار ما کمک کردین اما در کشور خودش هم مردم های فقیری هستن که سر کارتان خو میکنن و نان خوردن خود نداره، شما فکر میکنین که پیسی رو که بر ما میدن به خاطر چی هست؟ وقتی که در طول 20 سال حضورشان 2.3 تریلیون دلار بر افغانستان کمک میکنن، آیا این به خاطر ازی است که ما ملت سازی بکنین، ما هم دیگر پذیری ایجاد بکنین، ما یک ملت واحد افغانستان شوین؟ به همو به دو چند پیسه عربستان سوئدی تا سال 2050 بر 5 میلیون نفر یک شهر معیاری به سطح دنیا میسازه، بر 5 میلیون نفر. اما ما در افغانستان هنوز هم سرک های ما خراب هست، ما هنوز یک شفاخانه معیاری در کابل در افغانستان ندارین. مریض های افغانستان باید پشت دروازه های پاکستانی ها و پشت دروازه های ایرانی ها باید برن، اوجا باید توهین شود، تغییر شود. کادرهای ما در افغانستان تربیت شد، از افغانستان پس برده شد. امروز ما باید یک متخصص پاکستانی و ایرانی و هندوستانی را در شفاخانه های خود بیاریم و باز با افتخار تبلیغات بکنیم که فلان پروفسور از فلان جا آمده مریض هایتان را ببینه. در طول 20 سال این نابرابری ها دامن زده شده بوده و یک برنامه سیستماتیک بوده که در این رهبرای سیاسی افغانستان در رده های کلان او ملامت هستند. از جناب حامد کرزی گرفته و جناب تا محمد اشرف غنی ملامت هستند. سنای افغانستان، پارلمان افغانستان و کسهایی که در رأس وزارت ها بودند، اگر وزارت معارف بود، اگر وزارت تحصیلات عالی بود، همه ای اگر بگن ما ملامت نیستیم، تاریخ یار ملامت میکنه، ملت افغانستان یار ملامت میکنه که با این پیسه در افغانستان آمد ما هنوز مکتب معیاری در کابل نداریم. او قریه و قصبات را بگذارین که افراد و جوانای خیر پیدا میشن که بچهای افغانستان زیر خیمه درس میدن و هم بدون کتابچه و قلم سر زمین. امروز اگر خارجی هایی را مطرح بحث میسازن واقعیت های عینی جامعه ما و شما را میگن، واقعیت هایی که در جامعه ما بوده، مشکلاتی که سیاسیون افغانستان داشتن، پشت مسائل قومی گشتن، سمتی گشتن، گروپی گشتن، نژادی و مذهبی گشتن، روابط بر ضوابط حاکم شد، کار به اهل سپرده نشد. بارها از این تریبون بالای رژیم صدا کردیم که اگر ملت افغانستان با شما بود ارگ و سپیدار هست، اگر ملت با شما نبود ارگ و سپیداری نیست. همین ملت امروز هم همون مشکلات را برشون دامنگیر میشه. بارها گفتین وقتی که امارات اسلامی میگه مبنای تعهد و تخصص برای ما مطرح بحث هست، خب بیاین مشکلات داخلی خود محل بساز. افغانی صاحب یک مسئله هم است که هیچ وقت از تاریخ آموزش ندیدیم و با مثل یک ملت خوابورده هیچگاه در برابر نابرابری ها صدا بلند نکردیم. اگر می پولی که بر معارف افغانستان در 20 سال گذشته کمک شد حداقل یک 10 نفر صدا بلند میکرد، در منطقه‌ای که مکتب معیاری نبود خانواده ها شکایت میکردن، امی پول ها به جیب های کسایی نمیرفت که فعلا تا در کشور حضور ندارن. باید چنین میشد در محیطی که ما خودم زندگی میکردیم. روزی که طالبان وقت رفت و جمهوریت آمد، انتقالی آمد، دو مکتب خصوصی را ما ساختیم تا به 8 سال یار درس دادیم، بعد دوباره به معارف تقدیم کردیم.
و روزی هم که میرفتن به خاطر لیسه ما امر میگرفتین، بازم وزیر و موینایش کارشکنی میکرد. هدف این بوده، هدف پروژه گرفتن بوده و هدف برنامه سازی بوده. و امروز ما به این تعجب میکنیم که چرا حکومت فعلی افغانستان از برخوردهای گذشته ای که حکومت مردای گذشته کردن درس نمیگیرن. وقتی که موضوع علم است، فرهنگ است، ارتقای ظرفیت های علمی است، عمران خان میای میگه مردم افغانستان انعنات کلدور دارن. آیا ملت افغانستان در چارچوب اسلام زندگی نمیکنن؟ حضرت رسول اکرم، حضرت محمد صلی الله علیه و سلم، پیغمبر ما زمانی که شروع کرد، اولین کسی که همراهش هم‌نوا شد یک خانم نبود. از تجارت خانم خود او سرپرستی نمیکرد. احادیث حضرت نبی اکرم را ام المؤمنین او روایت نکرده. امروز ما باید نابرابری ها رو خود ما در افغانستان مدیریت بکنیم که خارجی ها او رو بر خود دستاویز نگیرن. امیدوار بیاستم هر انتقادی رو که از هر کس شنیده میشه یک تیم تکنیکی وجود داشته باشه که انتقادها رو لیست بکنه به هیئت رهبری حکومت فعلی برسانن که خواسته های ملت افغانستان چی هست. ملت ما گرده خود فروخت چیزی نگفت، طفل خود فروخت چیزی نگفت، با مشکلات اقتصادی مواجه شد چیزی نگفت. اما امروز به خاطر تعلیم علم او صدا بلند میکنن. ایره باید حکومت همراهش هم نوا باشه. ایره کی باید زمین سازی بکنن؟ وقتی یک نفر صحت خود به خطر میکنه به خاطر سیر کردن شکم اولادش که مکلفیت حکومت افغانستان هست. اگر در گذشته مکلفیت خارجی ها بوده که خارجی ها کفار بودن و حکومت قبلی دست نشانده ها بوده، اما مبنای حکومت فعلی ما خود تطبیق شریعت هست و شریعت به اساس از اون مکلف هست. کسی که در رأس قرار داره از دورترین نقطه تحت حاکمیت خود خبر باشه که گشنه است که سیر هست. مردم چی میخوان؟ مردم میخوان که نابرابری ها دامن زده نشود. اما جمعی به بیرون از افغانستان ششته هستند، اوج ای آتش نفاق را پکه میکنن. یک روز تحت نام قوم، روز دیگه تحت نام سمت، روز دیگه تحت نام حقایی. این به خاطر چی هست؟ نی به قصه ما هستن، نی به شما و نی ملت افغانستان. فقط هدفشان این هست که باز چطور بیاین در اریکه قدرت قرار بگیرن، باز همون مترای زرهی براشان باشه، باز همون دیوارای سیمنتی باشه، باز هم اکاندای دلاری و کالداری و درهمی و تومانی و کالداری باشه براشان. برای این مهم هست. اما حکومت فعلی اگه اینو مدیریت نکنه، خارجی ها هم این نقاط ضعف کوچک را کلان میسازن و ملت افغانستان را در سطح دنیا بیا میسازن او که از این چطور رو امتیاز گیری بکنن. افغانیر صاحب دغه ټول موارد تر څنګ په دومره وخت کې د خوانځي بند پاتې کېدل او لشپګم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ د دروازو تړل څومره خوانیز بهیر لستون سره مخ کړی، او که دغه وضعیت هم دومره پاتې شي څومره به دغه نړیوال سازمانونه نور د تعلیمي وضعیت په تړاو راپورونه خپاره کړي. همکاران اشاره کوي بیرته تاسو سره ګرځم. فاطمی صاحب وصل شوی. فاطمی صاحب بیا هم ستړي مشئ که زما غږ لرې لنډ ستاسو نظر د تعلیمي وضعیت په تړاو څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د شکر تاسو ته استاذ قدرمن ملمر ډاکټر سپل او ټول دونکو ورته سلامونه احترامات تقدیم کوم. کور ودان تاسو ته ژوندۍ اوسئ. د سد درس د ما د معلم راز په مناسبت ان د نړۍ په بل خو ما بشریت کائنات حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم او د دې ورځ مبارک تک چې د معلم د بشریت جمله دی رسول الله د بشر رهنما راز دې چې په افغانستان کې پاتې دی یو دی او دې باید دې په اصل کې ره او مات نه دي بعد ګورو چې دغه ما چې په پز دې نه دغه ټول د دې ټول اوبات ټول د ادم د یو ډلې په مقابل کې یو مخصوص د شپږم نه تر دولسمه د مکتبونو دروازې یې د خلکو په مخ بندې کړي. او موږ تاسو قرآن کاره وایي چې یخ بجو من الظلم الى النور، دا هغه ذات تاسو د تیارو ته وړي. شیخ په ذریعه کې بل د کلام په ذریعه د قرآن او د معلمینو د پیغمبران راستول دی غیب تر اما نن موږ د ګورو چې موږ د معلمې د موږ ان سب د ټول مزلو معلمې په تم کې چې ټول کار پیدا کی او سکه ونه د معلم مقرری حال چې نړۍ کې چې دا غن تحصیلونه لري حق به ترځي دا کې یو معلم او بزګر د ټولنه پر دی او احترام مرتبه ورکول کیږي. د همدل لپاره که ګورو چې
ټولنه کې یو معلم چې باید لوړترین مقام ولري، هغه مقام ورته څوک نه یو قایل دي، او درجه بندي چې اوس شوې ده په ده کې درست مقالق وجود لري شته دی. تنها چې په افغانستان کې مونږ ښوونځي نه لرو، زمونږ ماشومان په بې سرپناه او په د ونو لاندې په سره لمر باران کې او درس حاصل څنګه چې ډاکټر ویلي چې په ملیارډ راغلل کورس سکولونه جوړ کړل، مکتبونه د هغې پهدې وخت شوان مظلوم فایده ورته رسېدله او کتابونه جوړ نن چې مونږ دغه چې دا کامیا مرل له بابت، بلکې دا د تېرو شلو کالو او شاته څو کال راهیسې دغه مسله ده په خاصه توګه لپاره نه لري. تعلیم وضعیت تنکې په هغه کمې ورځ د یو متمدنې او مدني ټولنې لپاره چې معیار بله جناب فاطمی صاحب، بله په بخښنه سره جناب فاطمی صاحب، لکه څنګه چې ښاغلي افغانیان اشاره درلوده، وایي په تیرو شلو کلونو کې یو معیاري مکتب جوړ نه شو، یو معیاري لابراتوار جوړ نه شو، او په هر برخو کې موږ له ستونزو سره مخامخ شو. هیڅکله موږ له تاریخ نه زده کړه ونه کړه. امارت اسلامي چې کله پر افغانستان باندې حاکم شو، یوه نیوه کده د 46 ټولګي نه پورته دوی دا د ښوونځي دروازې تړلې ساتلې چې نړیوالو ته یوه پلمه په لاس ورکړې. د دې تر څنګ څه په کار و چې په دومره وخت کې چې د دوی له حاکمیت نه تیریږي دوی د ښوونیز بهیر د لا ښه والي لپاره باید ترسره کړي وای؟ دوی په نصاب کې واقعا کلونو کې بعضې داسې غیر اسلامي موضوعات شوي دي، پاکول او په کار وه کار کړی وی دپاره کار شوی، بل دا دی لپاره کاتب باندې باید کار کړی ته وړی وی چې ګورو چې تدي چې تته او همدرد دی چې ومونږ اوس په تاسو لږې نه خفه نه ده، زموږ ستا اقتصادي خفه نه ده، د اسلامي حکومت نه که څوک زموږ په شمول هغه دا دي چې د او بل دا دی چې خیو کې زموږ میندې اور چې دا د اوله معلمه ده، دا د اولین معلمه ده، او دا مور غېږ ته دا د اولاد ټولنې او هغه تعلیمګاه چې تعلیم ونه لري، فهم ونه لري، پوهه ونه لري، نو د هغې یو روښانه لپاره یو مفید انسان کې شي. نو همدا علت په تاسو ګورو چې د افغانستان دلته د اسلامي دپاره دلته کار د دپاره تروسه نه دی د د تروسه د دې نړیوال کومک نشته، مګر د ټول نه د غم خبره ده مونږ خپل زموږ حکومت دا اوس دوه طبقو ران شي، دوی ته دوی د توانایي د کولو نه قوته معاشات هم چې دي اوس بین المللي یو ټولن تکت چې رهنما او معلم ته معاش بشکر کول بل یو ته ډاکټر ته دا لپاره ټول ځای نو زموږ کار دی چې ټول لاس په ملت د حکومت سره تر څو د پای ټکی کېږو یو نوي افغانستان د پیاوړي افغانستان روښانه او د علم په رڼا باندې استوار افغانستان لپاره سره په ګډه سره کار وکړو، او د دې لپاره هغه مکانیزمونه او سیستمونه غواره ده، ځکه نن نړۍ بله فاطمی صاحب ډیره زیاته من بله کورم ودان فاطمی صاحب که وخت پات شو بیرته زه تاسو ته راګرځمه. جناب افغانی صاحب، د پوهنې وزارت ویلي چې د زده کړو د لا پرمختګ لپاره دوی د هیواد په کچه د ښوونکو تازه 40,000 بستونه اعلان کړي او تشکیل زیاتی. په اوسنی شرایطو کې چې دغسې راپورونه د تعلیمي وضعیت په اړه خپرېږي، د حل لاره یوازې د تشکیل زیاتېدل دي؟ کیفیت مهمترین اصل است. 20,000 بس اگر ما اضافه کردین
20,000 ضرب 7,000 افغانی بکنن چند میشه؟ اما در گذشته همین پیسه را چند وکیل پارلمان هم معاش 20,000 نفر میگرفت. ببینید ما باید به نقاط ضعف دیگه هم مشاره بکنین. وقتی که چیز کم 2 میلیون دختر ای وطن به مکتب نمیره، هر کدام از او که مادرش و پدرش همراهش هم نواب باشه 6 میلیون میشه. این 6 میلیون ایجاد فاصله را کی مدیریت میکنه؟ در این شرایطی که باید ما ایجاد فاصله ها را مدیریت بکنین که فاصله فما بین ملت و حکومت، حکومت و ملت پیدا نشوه و ما میایین این فاصله را ایجاد میکنین، آیا این باز جایش پر کردن میشه؟ همین دختری که امروز صنف 6 است، 7 است، 8 است، 4 سال آینده باز این مادر میشه، باز ای اولاد خود به کدام روحیه به جامعه تقدیم بکنه؟ باز به کدام عقدمندی سیاسی او را تربیه بکنه؟ برای چی بگه؟ امروز ما که به عنوان یک پدر هستیم، ما برنامه میان دخترکم صنف 3 است، میگه پدر ما میریم، ما استاد مسالم برسانیم، صنف 3 است، او مکتب نمیره، من نمونمش بره. میگه وقتی خواهرم مکتب رفتن نمیتونه، ما چطور بریم؟ گفتم تو هم نرو. در هر خانه لیسانس و ماستر هست. در هر خانه در طول 20 سال خانه نیست که تحصیل کرده نداشته باشه. اگر او دختر صنف 6 امروز به مکتب حاضر نمیشه، من مطمئن هستم یا خواهرش یا برادرش یا پدرش یا مادرش زمینه تحصیل برای او در خانه مساعد میسازه. اما ما بیاین نگذاریم که دنیا بر ما انگوش انتقاد دراز بکنه، حکومت افغانستان به رسمیت نشناسه، او حکومتی که مردم میگفتن با آمدنش ما احساس آرامش میکنیم، در طول 20 سال نان خوردن خود با اساکر امارات اسلامی تقسیم کردن، امروز دست ملت هم دراز هست پیش حکومت و دست دنیا هم دراز هست که بگذارین اولاد وطن برای درس بخونه. خب تاوان از این موضوع پس به افغانستان برمیگرده. فشارهای سیاسی که امروز بالای حکومت فعلی هست، فشارهای اقتصادی که هست، بیشتر از 70% را ما احساس میکنیم که نمی فشارهای خارجی ها به خاطر این موضوع خورد است که در افغانستان باید حل شود. و این مشکل موضوع داخلی ما هست. این باید خود افغان هایی را حل بسازن. بشینن همراه اعضای هیئت رهبری امارات اسلامی، همراه وزارت مربوطه صحبت بکنین، مشکل خود حل بسازین. اما این که زخم اوگار ملت افغانستان را خارجی ها پیدا کردن و این را نمیگن که در طول 20 سال که ما اینجا بودین ما چی کردیم؟ بیشتر ما اشاره کردیم، ما چی کردیم؟ آیا تانستین که از طریق پارلمان و از طریق سنای افغانستان معاش یک معلم را بالا ببرین؟ یک طرح را ما برای جمهور داده بودیم دور قبل ریاست جمهوری. ما گفتیم اگر میخوای برنده شوی اعلام بکن که بلندترین نمره افغانستان که کانکور کسی میگیره معلم شوه و معاش هم 50,000 افغانی است. کسی که 380 نمره را میبره بر معلم شوه، او فیزیک را میفهمه، کیمیا را میفهمه، الجبر را میفهمه، مثلثات را میفهمه، وقتی که به صنف حاضر شد و 50,000 معاش میگرفت، باز هر کس پشت دکتری نمیره، باز پشت انجینیری نمیرفت و وطن ارتقا میکرد. دقیقاً. اما امروز معلمی که سر صنف ساد هست، مدلم برش گریه میکنه، از مکتب میبره کراچیونی میکنه، از مکتب میره گلکاری میکنه. شما برین دستای معلمای کابل رو ببینید، کامپیوتر رو بگیرید برین، دستایشون پینه زدگی است. اون معلم مکتبی که داخل مکتب خواهر است، برین ببینید دستایش از بس سوزن زد، دستایش آگار است. آیا ما باید نباید متوجه باشیم؟ تا زمانی که ما معارف خود احترام نکنین، عالمای خود احترام نکنین، و کسایی که میخوان ارتقای ظرفیت های دینی و مذهبی بکنن یا علم روز بکنن، ما باید محتاج باشین. همون شکلی که ما دیدیم که وقتی که زلزله شد در پکتیا دکتر زن نبود برای تداوی بکنه. افغان صاحب ممنونتان، سلامت از اینکه به برنامه تشریف آوردین. فاطمی صاحب ستاسو دیم کوروادانی تاس نم مننه دخ پرونه هم دوم رو خو وقت لره لاله دلمو مننه.